شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه زنان امید پخش خواهد شد. شما می توانید در طول پخش این برنامه از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898-98 تکرار می کنم 2031-638-9898-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم. سلام، سلامی گرم به شما دوستای خوبمون. با برنامه دیگه ای از زنان امید همراه شما هستیم. امیدواریم از برنامه که امروز برای شما تدارک دیدیم لذت ببرید و برای شما مفید باشه. من فرشته هستم و سلام میکنم خدمت تک تک شما دوستان عزیز. خوشحالم که با یه برنامه دیگه خدمت شما هستیم و میتونیم شما رو امروز همراه با نوشین عزیز خدمت کنیم. بله عزیزان، امروز در بخش درس زندگیمون در مورد اوتیسم صحبت میکنیم و در درس روحانی از عید پاک سخن میگیم و اینکه چطور به خدا وصل بشیم. روزی روزگاری یک مرد پولدار در یک عمارت بسیار زیبا زندگی میکرد. اون تقریبا هر چیزی که میخواست و داشت. در هر اتاق تابلوی فوق‌العاده به چشم میخورد و صدای موسیقی در جای جای خونه به گوش می رسید. تخت خواب اون همیشه نرم و مرتب بود. یه مربی ژیمناستیک داشت تا همیشه اندام متناسب داشته باشه. همینطور یه سالن تئاتر تا بساط سرگرمیش به راه باشه. اطراف خونش هم باغ زیبایی بود و دور تا دور باغ با دیوارهای خیلی بلند محافظت می شد. نمی دونم آیا به این شخص قبطه می خورین؟ اگه بهتون بگم که تمام مدت به تنهایی در اونجا زندگی میکرد و با کسی حرف نمیزد چی؟ خب اینطوری خیلی اوضاع فرق میکنه. من فکر نکنم بهش قبطه بخورم. شما چطور دوستای عزیز؟ امروز میخوایم اطلاعاتی رو که از یک مشاور دریافت کردیم و با شما در میون بذاریم. بله. فرشته راستی تو خودت دوست داشتی جای اون مرد باشی؟ نه اصلاً. من ترجیح میدم اینجا با دوستان صحبت کنم. من با افراد غمگین زیادی صحبت کردم و دقیقا متوجه احتیاجاتشون شدم. ما نیاز به ارتباطات داریم، ارتباطات حقیقی با مردم. اما افراد زیادی تنها و غمگین هستند. ما چطور میتونیم با دیگران دوست بشیم؟ من فکر میکنم بیشتر ما تو خانواده اینو یاد گرفتیم. والدین لبخند میزنن و با بچه هاشون صحبت میکنن، حتی قبل از اینکه نوزاد متوجه صحبت هاشون باشه. والدین معمولاً خیلی به نوزادشون نزدیکن و نوزاد هم به سرعت با اونها ارتباط برقرار میکنه و ما به این میگیم پیوند. معمولاً این موضوع به راحتی اتفاق نمیفته و والدین باید همیشه با نوزاد صحبت کنن، لبخند بزنن و اونو در آغوش بکشن تا این رابطه قوی تر و قوی تر بشه. به نظرم وقتی نوزاد میخنده ما بهش جایزه میدیم. من یادم اولین باری که لبخند دخترم رو دیدم چقدر هیجان زده و خوشحال شدم و با لبخند بهش پاسخ دادم. اینجوری نوزاد متوجه میشه که لبخند چیز خوبیه. بله موافقم. نوزاد یاد میگیره که با نگاه کردن به صورت ما حس ما رو تشخیص بده و مطمئنم که هرچی بچه ها بزرگتر میشن یاد میگیرن که با الگو برداری از ما چطور با مردم ارتباط برقرار کنن. در واقع ما به اونها عکس العمل نشون میدیم. حتی دیدن عصبانیت والدین هم برای کودک لازمه، البته به شرطی که احترام ها شکسته نشه.
خیلی مهمه یاد بگیرن که مردم میتونن باهاشون مخالف باشن و در عین حال همچنان دوستشون داشته باشن و باهاشون در ارتباط بمونن. فرشته جان، ما میدونیم که بعضی مردم دچار اختلالی هستن که اجازه نمیده با بقیه در ارتباط باشن و در واقع موضوع صحبت امروز ما هم همین هست. فکر میکنم منظورت اختلالات طیف اوتیسمه ها؟ درسته. خب میدونین انواع مختلف اوتیسم وجود داره و پزشکانی هستن که به طور خاص روی درمان اونها کار میکنن. این مشکل طی توسعه سیستم عصبی به وجود میاد. اما درست گفتی، کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم به سختی میتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن. ممکنه نوزادان به شدت ساکت یا بیش از حد پر سر و صدا باشن، اما متوجه سرنخ‌هایی که بیانگر احساسات دیگران نمیشن و نمیدونن چطور باید به دیگران عکس العمل نشون بدن. بعضی افراد آسیب خیلی کمی دیدن و به سادگی قابل تشخیص نیستن، اما ممکنه حتی با وجود هوش بالا نتونن به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنن. درسته، اما آموزش بعضی از توانایی‌های ارتباطی امکان پذیره. ممکنه مجبور باشین براشون توضیح بدین که لبخند چه معنایی داره یا چطور به بقیه نشون بدیم که عصبانی هستیم یا ترسیدیم. افرادی که دچار این اختلال هستن باید این چیزها رو یاد بگیرن و تمرین کنن. اینکه چطور به دیگران احساساتشون رو بروز بدن و در مراکز عمومی چطور رفتار کنن. مثلا ممکنه لازم باشه یاد بگیرن وقتی با کسی صحبت میکنن به صورت اون شخص نگاه کنن. خانوادهشون باید متوجه بشن که این افراد حقیقتاً دچار اختلال هستن یا اینکه صرفاً شخصیت سختی دارن. خیلی مهمه که موقع ارتباط با اونها عصبانی نشیم، چون اونا اکثر اوقات درک نمی کنن و اینطوری بیشتر و بیشتر ناراحت میشن و کنترلشون از دست ما خارج میشه. باید خیلی نسبت بهشون صبور باشین تا بتونین کنار هم زندگی کنین. محبت و صبر میتونه تأثیر ویژه‌ای داشته باشه. اگر فکر میکنید که ممکنه فرزندتون دچار اختلال اوتیسم باشه، حتما باید به یه پزشک یا متخصص مراجعه کنین تا اون بتونه به شما کمک بکنه. دوست عزیز، شما چطور دوست پیدا میکنی؟ من فکر کنم بیشتر دوستامو تو مدرسه، کلیسا یا محل کار پیدا کردم و بسیاری از این دوستی‌ها رشد کرد و موندگار شد. ما معمولا وقتی با کسی دوست میشیم که علایق یکسانی با هم داشته باشیم و به شیوه‌های مختلف جذب همدیگه بشیم. معمولا با خونه موندن نمیشه دوست پیدا کرد. باید از خونه بریم بیرون و به فعالیت‌های مورد علاقمون بپردازیم و وقتی با دیگران آشنا میشیم بهشون بگیم که ازشون خوشمون اومده. میتونیم با پرسیدن یه سوال سر صحبت رو باز کنیم. البته سوالات نباید خیلی شخصی باشن. بهتون توصیه میکنم سوالات خیلی شخصی نپرسین. به این فکر کنین که چی باعث میشه یه نفر از شما خوشش بیاد. درسته. پس دوستی با تبادل علایق و تجربیات شروع میشه. مثل زمانی که دو نفر بچه های تقریبا هم سن و سال دارن. اما برای اینکه دوست خوبی باشیم، باید خیلی خوب به هم گوش بدیم و همدیگر رو درک بکنیم و توی سختی ها به هم کمک کنیم و پشت هم باشیم. خیلی مهمه که برای دوستامون زمان بذاریم و به اونها نشون بدیم که چقدر برامون مهم هستن. یه جمله هست که میگه برای اینکه دوست کسی بشی باید اول یاد بگیری چطور یه دوست خوب باشی. دوستی صرفاً لبخند زدن و گفتن حرفای قشنگ نیست، بلکه یه رابطه حقیقیه که برای روش کردن نیاز به تلاش دو جانبه داره. خب دوستان، موافقین یه استراحت کوچیک داشته باشیم، یه سرود گوش کنیم و دوباره برمیگردیم. هستی من فدای تو، قلب من هست جای تو، میشنوم ندای تو، راحت
قصد من رضای تو. جسم تو شد غذای من، خون تو شد برای من، شربت بی بهای من، راحت من رضای تو. مزد گناه سزای من، لیک شدی فدای من، بنجی من خدای من، راحت من رضای تو. درد من و دوای تو، رنج من و شفای تو، دین من و ادای تو، راحت من رضای تو. خاک در هر بهشت من، مهر رو خط سرشت من، عشق تو سر نبشت من، راحت من رضای تو. خب عزیزان، ما برگشتیم و خوشحالیم که همچنان با برنامه زنان امید همراه هستیم. ببینم شما تا حالا از تخم مرغ‌های عید پاک خوردین؟ این تخم مرغ‌ها معمولاً با شکلات درست میشن و تو کاغذهای رنگی بسته‌بندی میشن. تو بعضی کشورها تخم مرغ رو آبپز میکنن و روی پوستش طرح‌های سنتی عید پاک رو میکشن. اما متاسفانه افراد زیادی هم به کلی عید پاک رو فراموش کردن و شاید اصلا اسمش هم نشنیدن. پس امروز ما در بخش درس روحانی میخوایم داستان واقعی عید پاک رو از کتاب مقدس براتون تعریف کنیم. شاید قبلا این داستان رو شنیده باشین، پس در این صورت سعی نکنید تظاهر کنید که تا حالا نشنیدین و دوباره با دقت به این داستان گوش بدیم. ما معمولاً تو برنامه زنان امید درباره عیسی مسیح خیلی صحبت می‌کنیم. عیسی 2000 سال پیش روی زمین زندگی می‌کرد. اون به مردم درباره خدا تعلیم می‌داد و مریض‌ها رو شفا می‌داد. اون کارهای عجیب و بی‌نظیری کرد که شاگرداش یقین داشتن که اون همون ماشیه هست، یعنی کسی که منتظرش بودن، نجات دهنده‌ای که انتظارش رو می‌کشیدن. تصور اونها این بود که اون قراره یک حکمران بزرگ بشه و اونها رو از ظلم و استثمار رومیان نجات بده. اما اوضاع به شکل متفاوتی پیش رفت. بریم با هم داستان رو بشنویم. و اما عید فطیر که به پسح معروف است نزدیک می‌شد و سران کاهنان و علمای دین در جستجوی راهی مناسب برای کشتن عیسی بودند، زیرا از شورش مردم بیم داشتند. آنگاه شیطان در یهودای معروف به اسخریوطی که یکی از 12 شاگرد بود رخنه کرد. او نزد سران کاهنان و فرماندهان نگهبانان معبد رفت و با آنان گفتگو کرد که چگونه عیسی را به دست ایشان تسلیم کند. آنان شاد شدند و موافقت کردن مبلغی به او بدهند. سران کاهنان و تمامی اهل شورا در پی یافتن شهادت‌های علیه عیسی بودند تا او را بکشند، ولی هیچ نیافتند، زیرا هرچند بسیاری شهادت‌های دروغ علیه عیسی دادند، اما شهادت‌های ایشان با هم وفق نداشت. آنگاه عده‌ای پیش آمدند و به دروغ علیه او شهادت داده گفتند: ما خود شنیده ایم که می گفت این معبد را که ساخته ی دست بشر است خراب خواهم کرد و ظرف 3 روز معبدی دیگر خواهم ساخت که ساخته ی دست بشر نباشد. اما شهادت‌های آنها نیز ناموافق بود.
آنگاه کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: هیچ پاسخ نمیگویی؟ این چیست که علیه تو شهادت میدهند؟ اما عیسی همچنان خاموش ماند و پاسخی نداد. دیگر بار کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح، پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی به او گفت: هستم. و پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته با ابرهای آسمان می آید. آنگاه کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه نیاز به شاهد است؟ کفرش را شنیدید؟ حکمتان چیست؟ آنها همگی فتوا دادند که سزایش مرگ است. روز بعد عیسی را نزد فرماندار پیلاتوس بردند. پیلاتوس نمی‌خواست او را اعدام کند، زیرا دید عیسی مرتکب خطایی نشده است. اما جمعیت فریاد می‌زدند و او را تهدید می‌کردند. پس پیلاتوس تسلیم خواسته ایشان شد و عیسی را به مرگ محکوم کرد. آنگاه سربازان عیسی را به صحن کاخ، یعنی کاخ والی بردند و همه سربازان را نیز گرد هم فرا خواندند. سپس خرقه ارغوانی بر او پوشانیدند و تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند. آنگاه شروع به تعظیم کرده می گفتند: درود بر پادشاه یهود، و با چوب بر سرش می زدند و آب دهان بر او انداخته در برابرش زانو می زدند و ادای احترام می کردند. پس از آنکه استهزایش کردند، خرقه ارغوانی را از تنش به در آورده جامه خودش را بر او پوشاندند. سپس وی را بیرون بردند تا بر صلیبش کشند. عیسی صلیب بر دوش بیرون رفت به سوی محلی به نام جمجمه که به زبان عبرانیان جلجتا خوانده میشد. آنجا او را بر صلیب کردند. با او دو تن دیگر نیز در دو جانبش مصلوب شدند و عیسی در میان قرار داشت. چون عیسی شراب را چشید گفت: به انجام رسید. سپس سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود. سربازان با فرو بردن نیزه در پهلوی او از مرگش اطمینان حاصل کردند. پیروانش گریان و نالان به خانه بازگشتند. عزیزان، با شنیدن این داستان چه حسی داشتین؟ غمگین، عصبانی، سردرگم؟ تصور کنین دوستان عیسی چه حسی داشتن. اونا امیدشون رو به عیسی بسته بودن، اما فکر میکنم فراموش کرده بودن که عیسی قبل از مرگ بهشون چی گفته بود: پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد. همینطور یه چیزی دیگر هم فراموش کردن. پس بریم که با هم بشنویم بعد چی شد. جسد عیسی را داخل آرامگاه قرار دادن و با یه سنگ بزرگ در اونجا را بستن و سربازانی از اونجا محافظت میکردن. در سپیده دم روز اول هفته، زنان هنوتی را که فراهم کرده بودن با خود برداشتن و به مقبره رفتن. اما دیدن سنگ جلوی مقبره به کناری غلطانیده شده است. چون به مقبره داخل شدن، بدن عیسی خداوند را نیافتن. از این امر در حیرت بودند که ناگاه دو مرد با جامه‌های درخشان در کنار ایشان ایستادند. زنان از ترس سرهای خود را به زیر افکندند. اما آن دو مرد به ایشان گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه برخاسته است. بیاد آورید هنگامی که در جلیل بود به شما چه گفت؟ گفت که پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شده بر صلیب کشیده شود و در روز سوم برخیزد. آنگاه زنان سخنان او را به یاد آوردند. چون از مقبره بازگشتند، این همه را به آن 11 رسول و نیز به دیگران باز گفتند. اما رسولان گفته زنان را هذیان پنداشتند و سخنانشان را باور نکردند. طی چند روز عیسی خودش را به بسیاری نمایان کرد
و اونها میتونستن اون رو ببینن، لمس کنن و باهاش صحبت کنن. اونا میدونستن که اون زنده است، اما این رو هم میدونستن که همه چیز فرق کرده. حالا دیگه اون رو پرستش میکردن. عیسی به اونها مجدداً یادآور شد که تمامی ملت‌ها باید این خبر خوش رو بشنوند تا از گناهانشون برگردن و بخشش خدا رو در نام عیسی مسیح دریافت کنند. اون روح قدوسش رو میفرسته تا در این مسیر به اونها قوت بده. بعد عیسی اونها رو ترک کرد. همچنان که اونو تماشا میکردن به آسمون رفت. اما این بار غمگین نبودن، بلکه مملو از شادی. اونها از چیزی که دیده و شنیده بودن مطمئن بودن و از اون به بعد زندگیشون رو در راه گسترش پیام عیسی فدا کردن. میدونی نوشین جان، بعضی از بانوان از من میپرسن که چطور میشه خدا رو بشناسیم؟ چطور میتونم با خدا رابطه حقیقی داشته باشم؟ دوستان شما هم چنین سوالی براتون پیش اومده؟ امروز میخوایم در برنامه زنان امید تک تک شما رو مورد خطاب قرار بدیم تا بدونید که چطور میشه با خدا در ارتباط بود. اما اول باید بپرسم، آیا واقعا میخواییم با خدا در ارتباط باشین؟ با شخص حقیقی خدا، نه تصویری که ما ازش داریم، چون او از شما تمام شما رو میخواد. پس به این فکر کنید که اگر خدا اینجاست و اون هستش که شما را آفریده، پس شما به شکلی با او در ارتباط هستین. اون منتظر شماست. او حقیقت داره. او خداست و میخواد با شما در ارتباط باشه. کلام خدا میفرماید زیرا هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. آمین. عزیز خداوند، آیا اینو میپذیری و حاضری اعتراف کنی که شما پاک و مقدس نیستی و گناهکاری؟ همه ی ما گناهکاریم. کلام خدا میگه هیچ کس پارسا نیست، حتی یک نفر. به خدا اعلام کنین که حقیقتاً به اون نیاز دارین. شما باید با فروتنی نزد خدا برین و بپذیرین که اون خدای شماست. شاید تو خیلی چیزا ما قدرت انجام کاری رو نداشته باشیم، ولی خداست که قدرتش رو به ما میبخشه. ما گفتیم که دوست خوب کسیه که خوب بشنوه و با دوستاش وقت بگذرونه. پس آیا شما حاضرین سکوت کنین و از خدا دعوت کنین که با شما سخن بگه؟ میدونین راه‌های مختلفی برای شنیدن صدای خدا وجود داره. ما میتونیم از طریق زیبایی‌های این جهان، طبیعت و یا حتی هنر صدای خدا رو بشنویم. شاید از طریق افکار، اتفاقات غیر منتظره‌ای که خدا با اونها میخواد توجه ما رو جلب کنه. ممکنه کسی بهمون محبت کنه یا اتفاق فوق‌العاده‌ای برامون بیفته و حس کنیم که باید بابتش شکرگزار خدا باشیم، یا شاید حس گناه بهمون دست بده. دوست من، آیا حاضر صدای خدا رو بشنوی؟ کتاب مقدس کلام خدا واضح ترین روش شنیدن صدای خداست. در کلام خدا گفته شده که خدا کاملا نیکو و قدوسه. ما با اشتباهاتمون اون رو میرنجونیم. همینطور کلام خدا به ما محبت خدا رو نشون میده. اینکه خدا چطور تماما ما رو دوست داره و حاضر هر کاری بکنه تا این پیوند شکسته دوباره برقرار بشه. اما اون چطور میتونه این پیوند شکسته رو ترمیم کنه؟ شاید او باید یکی از ما بشه. کتاب مقدس به ما میگه که این اتفاق حقیقتاً رخ داد. عیسی خدایی بود که به شکل انسان اومد تا به ما خدا را نشون بده. این داستان در کتاب مقدس نوشته شده. پس دلیل دیگه‌ای که ما باید کلام خدا را مطالعه کنیم همینه. وقتی شما عیسی را به خوبی بشناسین و یاد بگیرین که چطور با او در ارتباط باشین، متوجه چیزهای زیادی میشین و خدا را بهتر میشناسین. بله، پس ما میتونیم صدای خدا رو بشنویم و با اون صحبت کنیم. چطور باید با اون صحبت کنیم؟ خیلی ساده است.
همونطور که با دوستامون صحبت میکنیم. به خدا بگین که دوستش دارین. حتی از مشکلاتتون بگین. موقعی که شاد هستین شکرگزاری بکنید و نیازهاتون رو نزد خداوند ببرید. اگه واقعا دوست دارین چنین رابطه‌ای با خدا داشته باشین، باید با قلبی فروتن شروع کنید. به خدا اعتراف کنید که نمیتونید به ایدئال او دست پیدا کنید و او را سپاس بگید بابت اینکه عیسی را فرستاد تا با مرگ خودش بار گناهان رو از روی دوش شما برداره. شما باید بخشش و محبت اونو بپذیرید. کتاب مقدس به ما میگه اگه به گناهانمون اعتراف کنیم، خدا به وعده خودش وفاداره. او ما رو میبخشه و از گناهانمون پاک میکنه. این شروع یه رابطه با خداست. شما دوباره از نو در خانواده الهی متولد میشین و تا ابد در محبت خدا زندگی میکنین. آمین. عزیزان، وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسیده. امیدواریم به صحبت‌های امروز ما خوب فکر بکنید و اگر می‌خواید به عیسی مسیح ایمان بیارید یا اگر سؤالی براتون پیش میاد یا حتی اگر نظری پیشنهادی در مورد برنامه زنان امید دارید، می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی که در انتهای برنامه اعلام میشه با ما در ارتباط باشید. همه شما رو به دستان امن و پرمهر خداوند می‌سپاریم و دعا می‌کنیم برکت خداوند به وفور در زندگی شما جاری بشه. تا هفته آینده، خدا نگهدار. خدا یار و نگهدار شما باد. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. کارهایش عظیم، خدای لشکرها کارهایش مهیب، خدای تازه ها کارهایش عجیب، محو کهنه ها بنای جدید. قادر متعال کارهایش عظیم، خدای لشکرها کارهایش مهیب، خدای تازه ها کارهایش عجیب، محو کهنه ها بنای جدید. عیسی آتشی است فرو برنده، عیسی شمشیری است تیزو برنده، عیسی عجیب است، عیسی مهیب است، عیسی عظیم است، عیسی قادر است. کارهایش عظیم، خدای لشکرها کارهایش مهیب، خدای تازه ها کارهایش عجیب، محو کهنه ها بنای جدید. قادر متعال کارهایش عظیم، خدای لشکرها کارهایش مهیب، خدای تازه ها کارهایش عجیب، محو کهنه ها بنای جدید. عیسی آتشی است فرو برنده، عیسی شمشیری است تیز و برنده، عیسی عجیب است، عیسی مهیب است، عیسی عظیم است، عیسی
قادر است. عیسی آتشی است فرو برنده، عیسی شمشیری است تیز و برنده، عیسی عجیب است، عیسی مهیب است، عیسی عظیم است، عیسی قادر